سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به چنل مشولی. امروز قراره که یک جدی ویدمی بده داشته باشیم. قراره که من با شما آرایش کنم. الان که میبینی هیچ میکاپی روی صورتم نیست و اینکه راجبه یه موضوعی میخوام باید کنم که خودم امروز شروع کردم بعد از هفته ها مقاومت و اینا، دیگه امروز بر خودم غلبه کردم که این چالش رو انجام بدم. خب تا یه حدودی این چالش رو بچه های اینستاگرام میدونن، یعنی کامل نمیدونن ولی میدونن. چالش چیه؟ چالش از توی تیک تاک ترند شد و اینکه خیلی راجبش چالش حرف زدن. این چالش اینجوریه که 75 روز روز سختی داری. حالا این روز سخت میتونه برای یکی یه ذره آسان‌تر باشه، برای یکی خیلی سخت‌تر باشه. از ضد آفتاب پریم میخوام استفاده کنم. این رنگ دارشه جدید گرفتم، میخوام تست کنم ببینم که چجوری. بعد تکونش میدادم. آره، 75 روز سخت اینجوریه که قوانینش فکر کنم 5 تا قوانین داره. آره 5 تا قوانین داره. ببخشید اگه من اونجا رو نگاه میکنم، چون اینکه رو بردم نوشتم. شما باید به یه روتین خاصی از زندگیتون برسین و اینکه کلن با این سیستم از چالشه خیلی روند زندگیتون، روند برنامه ریزیتون، حتی بدنتون، تغذیتون، همه اینا خیلی خوب میشه. و وقتی آدم روتین زندگیشو بدونه و تغذیه که میخوره، تغذیه خیلی مهمه به نظر من توی روحیه، توی چی تاثیر داره و اینکه در آخرم که یه بدن خوش فرم تر از الانتون به دست میارین. حالا کسایی که هنوز اینو فکر کنم یه 2 روز 3 روز دیگه آپلودش کنم، ولی کسایی که از توی اینستاگرام من دنبال میکنن که عده کمی با من همراه شدن، حالا هر کسی هم که توی چنل یوتیوب هنوز این چالش رو انجام نداده، امیدوارم که با این ویدیو دیگه یه تلنگر بهش بخوره و انجام بده. الان من 1 روزه که این چالش رو انجام بدم. حالا قوانین این چالش چیه؟ اولیش اینه که باید با توجه به وزنی که داریم در روز آب بخوریم. من با این قمقمه خیلی راحتم و اینکه این یادم میندازه که من آب بخورم. این 2 لیتریه. بعد مثلا تا اینجا پر میکنم، وقتی این خالی شد دوباره 2 لیتر دیگه پر میکنم که حالا آب بخورم. در کل من در روز میتونم زیاد آب بخورم، نمیدونم چرا، ولی از وقتی که مثلا از 1.5 سال پیش که ورزش کردم یاد گرفتم که زیاد آب بخورم و آب خوردن اوکیه. با بعدیش اینه که شما باید در روز 10 صفحه کتاب بخونید. حالا این چیز برای من خیلی سخته، چون اینکه من اصلا کتاب خون نیستم. یعنی کتاب باز میکنم من خوابم، اصلا امکان نداره که من کتاب بخونم. یعنی کتاب های مدرسه رو فقط میخونم. و اینکه کتاب نه رمان و اینا باشه، چیزایی مرتبط به این چالش باشه، یه چیزایی مثلا روانشناسی و عزت من نفس و لایف استایل و این چیزا باید باشه. و یه چیز دیگه قبل اینکه نکات چالش رو بگم، اینکه ببخشید اگه صدا خیلی مثلا کم میاد و اینا، به خاطر اینکه من بلندگو ندارم و تا موقعی که بگیرم همینجوریه دیگه، ببخشید. الان هم از کمپودر گلدن روز میخوام بزنم. کمپودر خوب و سبکیه. آره، بعد 10 صفحه در روز کتاب بخونیم. این کتاب 10 صفحه بر من که مثلا تا حالا کتاب نخوندم اینا خیلی سخته. تا اونی که مثلا همیشه کتاب خونده، حالا هفته یه بار هم شده مثلا یه کتاب رو تموم کنه، اینا خیلی آسان‌تره، ولی بر من خیلی سخته. بعد حالا میتونیم به جای کتاب خوندن، من کلن کتاب خوندن رو دوست ندارم با اینکه چیز خیلی خوبی، ترجیح میدم به جای کتاب خوندن بیام نیم ساعت، به جای مثلا 10 صفحه
کتاب خوندن نیم ساعت پادکست گوش بدم. حالا پادکست ها هم باید مرتبط به همین نیم باشه، مثلا پادکست های روانشناسی، پادکست عزت نفس و پادکست هایی که حالا مرتبط به این چالشه دیگه. حتما حتما توی این استگرام هر پادکستی که گوش میدم و میذارم. هم پادکست میتونه پادکست انگلیسی باشه، چون این چالش داره میخواد بهت کمک کنه که تو روند ذهنی که همیشه از خودت داشتی و عملیش کنی. مثلا من همیشه دوست داشتم که من در کنار کارهایی که انجام میدم زبانم رو همیشه خدا بخونم. مثلا میتونم به جای این 10 صفحه، چون مثلا صدای کوله، به جای 10 صفحه مثلا پادکست انگلیسی گوش بدم که خیلی به لیسنینگ زبان من کمک میکنه، اونو مثلا انجام بدم. یا مثلا یکی دیگه از مثلا یوتیوبرها میگفتش که به جای 10 صفحه کتاب خوندن هر روز 1 فیلم ببینید. این خیلی خوبه، یعنی 75 روز هر شب یا هر روزش 1 فیلمو ببینی، یعنی 75 تا فیلم دیده باشی. این خیلی خوبه. کانسیلرم تا فیس هستش و در روز، هر روز، یعنی هر روز تو این چالش باید 2 تا 45 دقیقه ورزش کنی. حالا این 2 تا 45 دقیقه میتونیم با هم ورزش کنیم یا جداست، مثلا صبح، عصر، صبح، شب که حالا زیاد بدن آمادگی ورزش کردن نداره، ولی 2 تا 45 دقیقه در روز باید انجام بشه. و اینکه 1 روز در میون ورزش باید بیرون از خونه باشه. خب خوشبختانه من کلاس خب ورزش میرم دیگه، کلاس کراسفیت میرم، 1 روز در میونم بیرون از خونه است و دیگه حالا اون هر روز و 1 روزش رو تو خونه میتونم انجام بدم. که من خیلی 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 دوست داشتم که ورزش یوگا رو شروع کنم، بعد چون من امروز این ورزش رو شروع کردم دیگه امروز یوگا رو تو خونه انجام دادم و خیلی حس خوبی بود. اصلا فکر میکردم که یوگا یه ورزش خیلی چرت و حوصله سربریه. اصلا اینجوری نبود، خیلی خوب بود، خیلی حس خوب و انرژیمو مثبت کردش و خوشحالم که انجامش دادم. و قراره که این 75 روز رو با شما به اشتراک بذارم، که فکر نکنید که موی رد میکنم، و هر روزی که تو این چالش چیت کنین، از رژیمتون سرپیچی کنین و اینا، باید اون از اول شروع بشه. یعنی قشنگ سوخته دیگه. مثلا فکر کن یارو مثلا 60 روزشو میره، مونده 15 روز، بعد چیت میکنه دوباره از اوله. یعنی تو انگار هیچ کاری نکرد. واسه همین سعی میکنیم که اصلا چیت نکنیم. و حالا من اهل الکل و اینا نیستم، ولی کسایی که الکل میخورن دیگه نباید الکل بخورن و کلا یه رژیم ثابتی باید داشته باشین توی این چالش. حالا رژیم میتونیم برین از دکتر بگیرین، حالا هر چیزی، ولی من بیشتر دوست دارم که توی لایف استایلم یه تغییری انجام بشه. و من شروع میکنم که این رژیمو دارم، رژیم سرسخت میگیرم، ولی به یه حدی رسیدم که این رژیمو نتونستم انجام بدم، سالم خوری انجام میدم. سالم خوری خیلی خودش اصلا یه لایف استایل میشه که تا ابد همراهته. تو مثلا ممکنه رژیم رو یه مدت ول کنی دوباره بگیریش، ولی توی مثلا سالم خوری دیگه این عادتت میشه تا ابد. اینجوری دیگه توی این چالش گفتم دیگه یه رژیم هم باید ثابت داشته باشین و مهمتر از همه اینه که همه ماها توی زندگی همون یه موقعیت های پیش میاد که نمیتونی رژیمتو رعایت کنی یا نمیتونی ورزش کنی، نمیتونی فلان کنی. این چالش اصلا میگه که نه،
اصلا همچی چیزی نیست. یعنی تو یه روز سرپیچی کنی برابر با که از اول باید شروع کنی. این خیلی بده، خیلی بده، خیلی 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 بده. یعنی هر چی که هر راهیو که رفتی دوباره باید برگردی. واسه همین دیگه تو این چالش مویی نباید برین. شما هم اگه با من همراه میشین حتما حتما حواستون باشه دیگه، نباید مویی برین. یه قانون دیگه ای هم که این چالش داره، جلبو دوباره یادم نفهمد. یه قانون دیگه هم که این چالش داره اینه که میگه هر شب از خودت عکس بگیر، هر روز خودتو برو وزن کن رو ترازو. این چالش میگه این کار رو کن. میگه من خودم رژیمی گرفتم، به من میگفتن تا یک ماه نرو رو وزنه، در صورتی که این چالش اومده میگه هر روز خودتو وزن کن. و از اون اولی که شروع میکنین اندازه گیریاتون رو انجام بده، یعنی به سایز خودتون رو بگیرین و آخرین روزم که این چالش تموم میشه سایزتون رو بگیرین، ببینین چه تغییری کردین، که به نظرم این خیلی مفیده این کار. هر روزم باید وزن کنی خودتون رو و یه عکس بگیرین، که من خیلی بیشتر حال میکنم از این که مثلا فیلم باشه و اینا. نگاه کنی الان اینجوریه و نمیتونم بیشتر از این نشونت. آره دیگه، هر شب بعد از خودتون. حالا به نظر خود من بزرگترین چالش توی این کلن این 75 روز بر من کتاب خوندن. هیچ چیزی بزرگتر از کتاب خوندن نیست تو این چالش برام. یعنی کتاب خوندن خیلی دردسر بزرگیه برای من. بعد هم که 42 تا 45 دقیقه ورزش کردن، خب همه ما مثلا کار داریم، سر کار داریم، نمیتونیم مثلا صبح یکیشو صبح انجام بدیم یکیشو مثلا شب، چه بهتره که این دوتا تایم رو با هم دیگه میکس کنین. یعنی بشه 90 دقیقه شما یه 90 دقیقه ورزش کنید. نمیتونم همه چیز رو اصلاح کنم. اینجوری کلا آدمی که مثلا رژیم داره، برنامه ریزی داره، تو این 75 روز داری برنامه ریزی میکنی دیگه، هر روز میدونی باید چی کار کنی. خب به نظر من این باعث میشه که یه آرامش توی مغزت ایجاد بشه و اون کتاب خوندنه باعث میشه که تو از استرس و ترسایی که داری بتونی غلبه کنی. این 75 روز میخواد این کمک رو به ما بکنه به نظرم. یه زودتر از من دارن انجام میدن و که چه بهتر که ما هم شروع کنیم. و شما حتما حتما این ویدیو رو میبینین یه تلنگری بهتون بخوره. ببین هیچ چیزی نباید همه چیز اوکی باشه تو تا این کار رو انجام بدی. یه موقعی هست تو بدترین شرایط زندگی هستی و اصلا نمیتونی این کار رو انجام بدی، ولی تو به خودت غلبه میکنی و اینو انجام میدی. چه براش بدی انتخاب کردم، فکر کردم، ولی حالا آره. خلاصه خیلی چیزا تو این مسیر قرار اتفاق بیفته، کلن قراره بدتر اتفاق. بعد من کلن خانوادگی مثلا خیلی دور همی و اینا میریم، خیلی سخته که مثلا این رژیم رو رعایت کردن و نمیدونم ورزش کردن و یه روز نشو و اینا، ولی با همه این شرایط باید همه اینا رو رعایت کنم و اونایی هم که با من این چالش رو میدن حتما حتما باید رعایت کنید اینجا این چیزا. آره یه اشتباهی هم که دیگه کردم این که پودر فیکسمو نذاشتم الان بزنم، چون میدونی این کانسیلری که من میزنم بعدش اگه پودر فیکس نذاری به هیچ سراتی مستقیم نیست.
یعنی به هیچ صراطی مستقیم نیست و واسه همین سریع زدم که تموم شد. ولی خودشون خوب کنترل کردم. میبینی چقدر ضد آفتابه پریمه خوب بود. که تو این قوانین رو اجرا کنی و اینا شاید باعث بشه که یه نفر انگیزه بگیره وقتی میگه مثلا فلانی داره انجام میده پس منم میتونم انجام بده. این خیلی حس خوبی به تو میده و این خیلی خوب و پوینت مثبتی هم برای تو داره هم برای انرژی یه نفر کار کردن خیلی حس خوبی داره. ای کاش که من بتونم صحبت کنم با هر صدا. نمیتونم آرایش کنم. من کلا یه دونه پلت سایه دارم حالا به جز اون مسافرتی و این. این پلت خیلی خوبه، یعنی همه رنگی توش داره، پیگمنت خیلی خوبی داره، موندگاری خیلی خوبی داره و اینکه به کار دیگه قشنگ من همه کاری باش میتونم انجام. حتی چش روشگونه، هایلایتر، همه چی خریده. این رنگش خب مشکی نیست، حالا من یه ذره این براشم مشکی بوده خورده توش، ولی مشکی نیست، ها یه حالت بادمجونی طوریه، خیلی خوش رنگه. وقتی میزنی میبینی چه شهلا میشی. آره دیگه، اولین جلسه یوگا بود، بعد یه حس خوبی بود. اصلا من اصلا یوگا کار نکرده بودم و فکر میکنم که یه ورزش خیلی حوصله بروری، ولی یه انرژی و یه آرامش خیلی خاصی بهم داد که خیلی 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 خوشحالم بابت این موضوع که انجامش داد. به گوشه و داخل چشم زدمش تا ریمل یادم نرفته. ریمل میزنیم، ریمل من مکس فکتوره. بچه توی ریمل خب من هیچ چیزی به جز این که پای چشم نریزه ملاک نیست. نمیدونم مثلا حالا این بلند میکنه نمیکنه، هیچیشو نمیدونم. بعد این که نریزه پای چش من راضیم به رضای خودم. من اما میبینی یه روش زدن، یعنی برای روش زدن دیگه امروز نمیخوام دو رنگ بزنم. همیشه تو اینستاگرام هم دو رنگ میزنم، حالا امروز هم دو رنگ میزنم. تفاوت قائل نشین بینه. تازه فهمیدم دو تا از اینا دارم. میبینی؟ یکیش تش هست یکیش نیست. خواهم یه ریلز بگیرم برای اینستاگرام. خب حالا میبینیم چه رنگ چیزی داره. خب حالا یه دونه راستیتش من یه کانسیلر داشتم که تموم شده. خب کانسیلر ها قشنگ اینجوری میچرخونی میدونی اصد لبا میبینیم چه با حاله. یه فاصله بین این دوتا ایجاد میکنه که این فاصله خیلی خوشگل میشه. بعد یه کوچولو رژ صورتی میزنم. در پایان ماتش اینجوری میشه. حالا اگه دوست دارید مثل من برق برقی باشه یه گلاس استفاده میکنین. این لیپ گلاس منم خیلی شاین داره. امیدوارم که از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه. حتما یادتون نره آب بخورید، کتاب بخونید 10 صفحه، اگه نمیتونید پادکست نیم ساعت گوش بدید. رژیمتون رو رعایت کنید،
90 دقیقه در روز ورزش کنید. تا یه ویدیو دیگه با من، خدافظ.